دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. دانی که چه مانند پس از اون باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شاگردهای عزیزم. امیدوارم هر جا که هستین بهترین ها براتون اتفاق بیفته، حال دلتون خوب باشه، لبتون خندون باشه و در مسیر موفقیت قرار گرفته باشید. به رسم ادب خودم رو معرفی کنم. عرفان بنوری هستم، مدرس درس جذاب، دوست داشتنی و چالشی شیمی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستیم با یک کار خفن بی‌نظیر در یک مجموعه خفن. امیدوارم که قدر این موقعیت و قدر این امکانات رو بدونید و بتونید بهترین عملکرد رو داشته باشید و بهترین نتیجه رو حاصل بکنید. قبل از هر چیزی که من کار رو شروع بکنم، من یک توضیح راجع به این طرح بگم. اسم این طرحی شما ثبت نام کردین طرح 20 هستش. همونجا که میدونین تویی که شاگرد پایه دهم هستی، فرقی نداره ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، شما الان کم کم داریم به بازه امتحانات نزدیک میشین، بازه خرداد ماه که فوق العاده نمرات خرداد ماه شما میتونه تاثیرگذار بر عمل کرده کنکورتون باشه. با توجه به اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که طبیعتاً یه چیز ثابت نداریم و دائما همه چیز در حال تغییر و تکرار هستش، ممکنه زمانی که شما میخواین کنکور بدین، یعنی اگر 1401 هستش و شما امتحان به اصطلاح پایه دهم داری، میشه 1402 سال 11 و 1403 که کنکور دارید، ممکنه بگن آقا نمرات 3 سال آخر دوره متوسطه دوم خیلی مهمه. اما بیش از این منتظر نمونیم، بریم سراغ کارمون که اصلا قراره چیکار بکنیم. آقا توی این تر قراره به طور خیلی حرفه‌ای، جامع و کامل تمام نکات مهمو از هر فصل در کمترین زمان ممکن برای شما حل بکنه و توی قسمت‌هایی که هستش نمونه سوالم داشته باشیم. یه نکته بگم آقای بنوری، من اگر این جزوه رو بخونم کافیه. اگر شاگرد صفر نباشه این جزوه رو بخونی قطعا نمره بالای 18 19 حاصل میشه. آقا ما همونجا که در جریان هستیم، کتاب سال دهم شما تشکیل شده از صفر است. فصل اول کیهان زادگاه الفبای هستی، فصل دوم ردپای گازها و فصل سوم آب آهنگ زندگی. ببینید سال دهم و یازدهم که سال آینده شما میشه، امتحانات به صورت نهایی نیست. یعنی چی بنواری؟ یعنی این که بارون بندی شما یه چیز ثابت نیست، یعنی یک چارچوبی نداره که آقا من از این فصل باید انقدر سوال طرح بکنم. ولی به طور غالب بین تمامی مدارس تو کشور معمولا به این صورت هستش که بالغ بر 14-15 نمره رو از صفحه 60 به بعد یا 70 به بعد کتاب درسی به اصطلاح تخصص میدن و باقی نمرات که 5-6 نمره هستش مثلا از فصل یک سوال میدن یا همون مباحث ابتدایی فصل دو راجع به لایه های هواکره که میبینیم تغییرات دمایی فشار چیکار میکنه و راجع به حالا مثلا بحث نامگذاری ترکیبات مولکولی و ترکیبات یونی هستش. پس این نکته رو من به شما بگم، به خاطر همینه که من ابتدای فصل نیومدم بگم آقا فصل 3. چرا؟ چون من اگر تو مدارسی که هم هستم، من فصل 3 رو بالغ بر 7-7.5 نمره من سوال میدم، چون هم مبحث فوق العاده مهمیه، هم محلول ها هست و هم پایه و بیسیک سالهای آینده هستش، مخصوصا در فصل 1 سال 12 بحث اسید و باز فوق العاده مهم هستش. ولی من نمیام بگم که آقا من الان اینجا فصل 1 فصل 3 7.5 نمره، بعد مثلا شاگرد میگه بنوری من معلمم مثلا 8 نمره داده، من معلمم 6 نمره داده. به خاطر همینه میگم بالغ به اصطلاح سوالات شما، غالب سوالات و اون قسمتی که غالبه بر بقیه قسمت ها فصل دوم صفحه 60 الی 70 به بعد تا پایان کتاب هستش. پس یه نکته آقا، بریم سراغ فصل یک رو با همدیگه رنده بکنیم. یه نکته، هر فصل من از سه قسمت تشکیل شده. قسمت یک بحث تعاریف هستش، تعاریف مهم رو برای شما آوردم که ممکنه از شما سوال پرسیده بشه. قسمت دو جای خالی و درست و نادرست ها هستش که اون قسمت های مهم رو من به صورت درست نادرست یا جای خالی آوردم. و پارت سوم من قسمت مفاهیم من هستش که برای شما آموزش میدیم و هر آنچه که نیاز داریم برای موفق شدن رو در دسترس شما قرار میدیم. بریم پرقدرت و با انرژی
کار رو جلو ببریم. تخته رو داشته باشید. آقا پایه در اون فصل اول تعریف ها. خب تعریف ها، آقا تعریف اول چیه؟ تعریف اول فوق العاده مهمه، ایزوتوپ یا هم مکان هستش. آقا حالت‌های مختلف یک عنصر که دارای عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت میشه ایزوتوپ. بنوری مثال بزن. چش آقا من دیگه دارم برای تو سری جمع‌بندی میکنم. چرا اما اگر توربوجت مفهوم توربوجت تست توربوجت، من فقط اینجا دارم مفاهیم برای کسب نمره 20 حرف میزنم. نه یا بگو داستان چیه، من کاری به داستاناش ندارم، داستان قشنگه، تو توربوجت قشنگترش میکنم. آقا ایزوتوپ حالتهای مختلف یک عنصر که داره عدد اتمی یکسان، باید بدونی عدد اتمی با زد نشون میدن ولی عدد جرمی رو با آ نشون میدن. درود بر تو آقای بنوری. بله بریم سراغ ادامه. بریم آقا تعریف بعدی، رادیو ایزوتوپ. اگر ایزوتوپی پرتوزا و ناپایدار باشه ما بهش میگیم رادیو ایزوتوپ. کیمیاگری، علم تبدیل عنصرها به طلا که از قدیم آرزوی بشر بوده که به این علم دسترسی پیدا کنه. آقا غنی‌سازی ایزوتوپی، افزایش مقدار یک ایزوتوپ مشخص در مخلوط ایزوتوپ های یک عنصر. جدول دوره‌ای با پیمایش هر دوره از چپ به راست، از چپ براست خواص عنصرها به طور مشابه تکرار می شود. آیه بنوری نش خیلی مهمه. فرایندی که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی از خودش پرتو گسیل میکنه که توی طیف نشر خطی باش خیلی کار دارم. قاعده آفا اینجا خوره آفا، بله قاعده آفا. این قاعده ترتیب پر شدن زیرلایه ها رو مشخص میکنه. زیرلایه که به هسته نزدیکتر است انرژی کمتری دارد و زودتر پر میشود. آقا ما دو نوع پیوند داشتیم یادته، پیوند یونی پیوند اشتراکی. پیوند یونی جاذبه بسیار قوی میان یونهای مثبت و منفی، پیوند کووالانسی یا اشتراکی نتیجه به اشتراک گذاشتن تک الکترون ها. من یه دونه دارم، منم یه دونه دارم، بیا بذاریم وسط، تو هم بذار وسط، پیوند بدیم. خب آقا مواد مولکولی، مواد مولکولی به مواد شیمیایی خالص که در ساختار خود مولکول دارن، بله مثل آب. بنواری مثال بزن. چش آقا مثل آب H2O، مثل کربن دی اکسید. آقا مولکوله یعنی چی؟ یعنی من میرم تو دل آب میبینم از میلیارد ها میلیارد مولکول آب تشکیل شده، میفهمم که این یک مولکول، یک به اصطلاح جامد، میتونه حالا جامد باشه و غیره. ولی ما بحثشو راجع به مواد مولکولی و کجا میخونیم؟ در فصل 3 سال 12 هم پس راجبش بحث میکنه. آقا فرمول مولکولی، فرمول شیمیایی که افزون بر نوع عنصر تعداد اتم مشخص میکنه. مثلا آمونیاک NH3، میگم آقا این فرمول مولکولیشه، من میفهمم از دو تا اتم نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده، تعداد اتم 3 تا که هیدروژن داره یه دونه هم نیتروژن، پس 4 تا اتم داره. پس این نکته هم داریم. آقا بریم سراغ تعریفی های دیگه مون. بحث عرضم به خدمت شما تعریفی ها رو بکنیم، اما تعریفی هامون تموم شد. خب آقای بنوری من یه نکته ای، من دارم الان تعریفی ها رو میخونم، آیا کافیه؟ ببینید بچه ها، تعریفی هایی که اکثرا معلم ها روش زوم هستن و حاوی یک نکته ای از علم شیمی هستش. کتاب شیمی ها میدونی، جغرافیا داره، تاریخ داره، علم و فضا داره، فیزیک داره، ریاضی داره، زیست داره، کلن تمام علم ها درون شیمی هستش. شما میبینید و با ذکر مثال من بهتون میگم که این چرا اتفاق میفته، ولی اینو بدونید کافیه. اما بریم سراغ جاخالی و درست نادرستا. بریم با هم شروع کنیم، بریم شروع کنیم. دو تا فضاپیمای وایجر 1 و 2 در سال 1977 میلادی 1356 خورشیدی یا شمسی برای شناخت بیشتر سامانه خورشیدی. بنواری سامانه خورشیدی چیه؟ سامانه خورشیدی منظور همون منظومه شمسی
شمسیه به فضا ارسال شدن. شکل کتاب درسی، این دو تا فضاپیما در یک سال به فضا فرستاده شدن، نه سالهای متفاوت. آقا این فضاپیماها از کنار سیارات کلید زامن عبور بکنن. بنوری زامن چیه؟ ز زحل، الف اورانوس، م مشتری داره، ن نپتون، عبور بکنن. و تهیه شناسنامه فیزیکی و شیمیایی بود. آقا بیشترین عنصر در سیاره مشتری و زمین به ترتیب، مشتری بچه هیدروژنه، زمین آهن، فری، من به آهن میگم فری، میگه دو عنصر مشترک سیاره و زمین و مشتری، اوس. یعنی چی بنواری؟ اوس اوس اکسیژن و گوگل. یه نکته بگم، از توربوجت بیام بیرون، وقتی جدول نگاه میکنی در هر دوتا سیاره گوگرد رتبه شیشم داره، تو توربوجت از این خفراست. آقا میگه 5 از 118 عنصر شناخته شده تنها 94. جان 94 چیه؟ 92 عنصر. پس این جمله غلط محسوب میشه. بیا پایین تر. آقا نخستین عنصری که در واکنشگاه ساخته شد، تکنسیام، شناخته شده ترین فلز پرتوزا، اورانیوم، اینها اورانیوم. میگه به گلوکوز حاوی اتم پرتوزا گلوکوز پرتوزا میگن، غلطه، بهش میگن گلوکوز نشاندار. ماشاءالله. جدول تناوبی امروزی بچه ها، امروزی، امروزیه مهمه. چرا بنوری امروزی؟ چون جدول تناوبی قدیمی که زمان آقای مندلیوف بود، که یک شیمیدان روسی بود، بر اساس افزایش تدریجی جرم اتمی بود، بعد یه سری بی‌نظمی‌هایی داشت مثل تلوریوم و یود، کوبالت، که بعدن دانش به اصطلاح شاگردهاش، دانشجوهاش اومدن گفتن آقای موزلی و رادرفورد، گفتن آقای مندلیف ما اگر جدول تناوبی بر اساس افزایش عدد اتمی کنار هم قرار بدیم جدول درست بشه. گفت ای والله تموم. پس به خاطر همینه که میگم بر اساس افزایش زد یا همون عدد اتمی که شامل 18 گروه، بعد گروه های 1 تا 18 و 7 دوره هستش، که شاگرد باید بدونه دوره بر اساس تعداد لایه های اشغالی هستش. میگیم جای خالی رایش در این یکای اندازه‌گیری جرم در آزمایشگاه است. بچه ها گرم. سوال 11، تیفبین وسیله برای سنجش و تجزیه پرتوهای گسیل شده است، جمله درسته یا غلطه؟ آفرین، غلطه. اونایی که گفتن درسته. چرا بنواری؟ تیفبین نه، تیفسنج. تیفسنج وسیله برای سنجش و تجزیه پرتوهای به اصطلاح گسیل شده هستش. اما قاعده افوا آرایش الکترونی تمام عناصر رو پیش بینی میکنه، غلطه. چرا؟ تمام غلط کرده. دلیلش چیه؟ این تمام جمله‌مون رو غلط کرده، چون کروم 24، مس 29، مولیبدن 42، اینا جزو آرایش هایی هستن که نمیتونه پیش بینی بکنه. خب آقا ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم جاخالی ها رو به شما گفتیم، جاخالی های مهم و درست نادرست هایی که میتونه جنبه سوال امتحانی داشته باشه. تعریفی های مهم هم گفتیم. الان دیگه میخوایم با هم دیگه بریم سراغ مفاهیم و جلو ببریم. آقا اولش میاد راجع به سرآغاز کیهان صحبت میکنه، میگه آقا سرآغاز کیهان با یک انفجار مهیبی به نام مهبانگ یا بیگ بنگ شروع شد، که طی اون یک انرژی خیلی زیادی حاصل شد، که این انرژی حاصل باعث شد با گذشت زمان ذرات به اصطلاح زیر اتمی مثل الکترون، مثل پروتون، مثل نوترون ها حاصل بشن. خب اینا به هم دیگه تشکیل بشن، با هم مثلا تشکیل یک اتم بدن. این اتم ها به عناصر سبکتر تبدیل شده، عناصر سبکتر که بهش میگیم واکنش هسته‌ای، زمانی که عناصر سبکتر عناصر سنگینتر رو پدید میارن. و اینجا داره میگه، نگاه کن، میگه برخی از دانشمندان بر این باورن که سرآغاز کیهان با انفجار مهیب و بزرگی به نام مهبانگ بود که طی آن انرژی عظیمی آزاد شد. در آن شرایط پس از پدید آمدن ذره های زیر اتمی، همین نکته ای که من میگم، یعنی شامل الکترون، پروتون و نوترون، عنصرهای هیدروژن و هلیوم. چرا بنواری عنصرهای هیدروژن؟ چون هیدروژن H1-1ه، یه الکترون داره، یه پروتون داره و صفر نوترون داره.
و هلیوم 2.4. یعنی چی؟ یعنی الان هلیوم 2 الکترون داره، 2 پروتون داره و نوترون هم 2 داره. از میان عناصر دیگه اینا ساده ترین عناصر هستن، چون بعد از این میشه لیتیوم. لیتیوم الی 3.7 میشه 3 تا الکترون، 3 تا پروتون و 4 تا نوترون. میبینی یه رشد چشمگیری داره، نوترون هاش دیگه دو برابر میشه نسبت به هلیوم. به خاطر همین عناصر به اصطلاح سبکتر رو به وجود آوردن. حالا در ادامه میگیم با گذشت زمان، این دوتا خیلی مهمه، با گذشت زمان و کاهش دما، یعنی پارامتر اول و پارامتر دوم، شما گازهای هیدروژن و هلیوم تولید شدن، متراکم شدن و مجموعه گازهای به نام سحابی رو ایجاد کردن. بعد این سحابی ها سحابی پیدایش ستاره ها، سیارات و کهکشان ها شدن، که الان برای تو توی این جدول یه کار حرفه‌ای انجام دادم برات. آقا خلاصه اونو آوردم، خلاصش همینه، شما فقط همینو باید بخونید. میگیم آقا مهبانگ انفجار بزرگ، انرژی زیادی به اصطلاح حاصل شد، پیدایش ذرات زیر اتمی شامل الکترون پروتون نوترون، پیدایش عنصرهای هیدروژن هلیوم. بنواری دلیلش رو گفت، چون این عناصر سبک هستن، متراکم شدن هیدروژن و هلیوم، ایجاد سحابی و سحابی‌ها پیدایش ستاره ها و کهکشان ها رو حاصل کردن. آقا ستاره ها رو میتوان کارخانه تولید عنصرها دانست. چرا؟ چون میگم ستاره ها مثل انسانن. یعنی چی بنواری؟ متولد میشن، رشد میکنن و یه زمانی میمیرن، ولی مرگشون با انسان فرق میکنه. یکی میخواد بمیره، سرشو میبره یه گوشه میذاره میمیره بدون دغدغه، بدون استرس. ولی این ستاره ها وحشی هن، میخوان بمیرن شروع میکنن به منفجر شدن، و وقتی که منفجر میشن چه اتفاقی میفته؟ درود بر تو، هر چیزی که درون اون سیاره هست شروع میکنه در فضا پراکنده شدن، و وقتی که حالا بستر فراهم باشه از لحاظ دمای، از لحاظ غلظت و و و پارامترهای دیگه، خب ممکنه سبب رخ دادن یک سری واکنش های اتفاق بیفته، از جمله واکنش های هسته ای. اما بریم سراغ تعریف عنصر. آیا بنوری تعریف عنصر چیه؟ شیمیدانان ماده ای رو عنصر می نامن. ببین عنصر، اتم، مولکول، اینا با هم فرق میکنه. یه بار برای همیشه بهت میگم یاد بگیر. ببین عنصر، شیمیدانان ماده ی عنصر می نامن که از یکی نوع اتم تشکیل شده باشن. بنواری یعنی داره میگه اتم زیر مجموعه عنصره، نمیگیم بگیم که زیر مجموعه اون مثلا عنصر هستش، ولی خب هر عنصر از اتم های خود همون عنصره. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما اگه یه عنصر آهن داشته باشه، خب وقتی ما اینو ببریم زیر ذره بین، اتم های آهن ها انگار کنار هم دیگه داریم در نظر میگیریم. پس این یه نکته داشته باشیم که حالا اگر اون مثلا یک حالتی باشه که این اتم ها با هم ترکیب بشن میگن مولکول. مولکول مثلا میگم مولکول هیدروژن. چرا؟ چون دو تا اتم هیدروژن میاد اینا. مثلا میگم مولکول هیدروژن. چرا؟ چون دو تا اتم هیدروژن داری. پس اینجا نگاه کن، نمونه هم برات گفتم، مثلا منیزیم، مثل هلیوم، اینا یک عنصری هستن که توی جدول تناوبی اگه یاد بشه 118 تا عنصر داشتیم. عنصر شماره 1 میشد هیدروژن، عنصر شماره 118 میشد اوجی، یعنی همون اوگانسان که جزء گازهای نجیب بوده. اما بریم سراغ تعریف عدد اتمی. شاگرد عزیزم خیلی از وقتا به بچه ها میگم عدد اتمی رو تعریف کن، میگه آقا عددی که نشان دهنده تعداد به اصطلاح پروتون ها هستش و الکترون ها. میگم این جمله کاملا غلطه. میگه آقا معلمم گفته. میگم من کاری ندارم، در یک صورت نشان دهنده تعداد الکترون هاست، در صورتی که اتم شما خنسا باشد. بله اگر خنسا باشد شما میتونید بگید نشان دهنده تعداد الکترون و پروتون هاست. نگاه کن، به تعداد پروتون های هسته یک اتم عدد اتمی گفته میشود. عدد اتمی رو با زد نشون میده. پس Z مساوی میشه با تعداد پروتون. اینجا if خنسا باشد، Z میتونه تعداد الکترون ها هم برای شما مشخص بکنه، در صورتی که خنسا باشه، شرط رو باید داشته باشه. اما عدد جرمی چیه؟ آقا عدد جرمی به مجموع پروتون ها و نوترون های هسته عدد جرمی گفته میشود، و عدد جرمی رو با آ نشون میدن. شاگرد عزیزم یه نکته من بهت بگم، میخوام بحث بکنم. آقا عدد جرمی شد آ، عدد اتمی شد Z. خب ما تا اینجا رو داریم. الان توی این
این باکس آوردم عدد جرمی میشه مجموع پروتون و نوترون. خب پروتون چی نشون میده؟ میشه زد. پس بنواری از اینجا ما بیایم تعداد نوترون رو به دست بیاریم. برای به دست آوردن تعداد نوترون ها در حقیقت میشه آ منهای زد، یعنی عدد جرمی رو از عدد اتمی کم میکنیم. یه مثال ساده، مثلا به تو میگن منیزیوم 1224. آقا اگر اینجاش، اینجایی که من دارم یه گوسفند میکشم، مثبت منفی نبود، یعنی اتم خنثیه، پس این پایینیه، میشه عدد اتمی. پس این الان تعداد الکترون ها با تعداد پروتون هاش برابر میشه 12. برای به دست آوردن تعداد نوترون هاش میشه 24 منهای 12 میشه 12. پس ما شمار ذرات زیر اتمیشو تونستیم به دست بیاریم. اما اینجا چند تا نکته داریم. آقا نکته اول، یک، اگر نماد همگانی یک عنصر با حرف ای، ای مخفف کلمه element هستش، اینا عدد جرمی و عدد اتمی اینجا قرار میگیره. عدد سمت چپ پایین میشه عدد اتمی، عدد سمت چپ بالا میشه عدد جرمی. من برات هایلایتش میکنم. عدد جرمی رو با آ نشون میدن، عدد اتمی رو با زد نشون میدن. نکته دو، آقا خواص شیمیایی بعدن میگیم. خواص شیمیایی یک عنصر وابسته به الکترون های ظرفیتش هستش، یعنی در حقیقت میگیم والانس الکترون، به الکترون های ظرفیتش بستگی داره. به خاطر همینه که ما میگیم خواص شیمیایی اتم ها به عدد اتمیش وابسته است، به عدد اتمیش وابسته است. آقا نکته سوم میگه در یک اتم خنثی تعداد پروتون ها با الکترون ها برابره، که به شما گفتم، و در یک یون تعداد الکترون ها از رابطه زیر به دست میاد. آقا من دوره اینو خط میکشم، تعداد الکترون ها میشه زد منهای بار الکتریکی یون. مثال بزنم، آقا مثلا کلسیوم 20 دوباره مثبت، به تو میگن تعداد الکترون ها، یا مفهومیش اینه که دو تا الکترون از دست داده، یا از اینجا به دست بیاری، زد میشه به اصطلاح تعداد الکترون های من میشه زد که 20 منهای مثبت 2، جواب شما میشه 18 تا. حالا برعکسش برای یک یون منفی مثل N7 سه بار منفی، الکترون میشه 7 منهای منهای 3 مساوی میشه با 10. چرا؟ چون منفی در منفی میشه مثبت، 7 به علاوه 3 میشه 10 تا. خب اینم از این. اما بریم سراغ ادامه کار و کار رو جلو ببریم. آقا تعریف جرم اتمی، تعریف جرم اتمی، جرم اتمی چیه؟ جرم اتمی به جرم یک اتم بر حسب واحد عمو. آقا عمو چیه؟ من به AMU میگم عمو، ما میگیم جرم اتمی. بچه هر عمو 1/12 جرم فراوانترین ایزوتوپ کربونه. خب من اینم دارم، و بعضی وقتا عمو رو با نماد U هم نشون میدن، اینا با نماد U هم نشون میدن. پس عمو برابر میشه با U، فرقی با هم نداره. برای نمونه جرم اتمی، ببین شاگرد عزیزم داره به تو میگه جرم اتمی، هرگاه به تو گفت جرم اتمی، تو میری به عدد جرمیش نگاه میکنی، یا جرمیو که داده یه عمو میچسبونی بهش. اما وقتی به تو بگه جرم مولی، این نکته رو من تو توربوجت خیلی توضیح دادم، یعنی به ازای یک مول واحدش دیگه میشه گرم بر مول، دیگه عمو نمیشه. پس عمو یکای جرم اتمیه. جرم اتمی با جرم مولی فرق داره. برای نمونه جرم اتمی هیدروژن برابر میشه با 1.28 عمو یا 1.28 یو. نکته در مقیاس عمو، جرم پروتون نوترون ها بچه به تقریب برابر با 1 عمو در نظر میگیرن، و جرم الکترون ها 1/2000 عمو هستش. این جدولی که توی کتاب برای شما آوردیم، تخته رو داشته باشید، که نشون دهنده 3 تا ذره زیر اتمی، الکترون پروتون نوترون، که الکترون آقا نمادش ای، پروتون پی، نوترون به اصطلاح صفر. آقا الکترون بار داره، بله منفی، اینها بذار من دورش خط بکشم، بار منفی، پروتون بار مثبت، نوترون بار صفر، یعنی خنثی. اما از طرفی بحث جرم، الکترون جرمی نداره، پروتون جرم داره و نوترون هم داره. بچه ما به تقریب میگیریم جرم نوترون با پروتون برابر با 1 عموه، ولی در حقیقت جرم نوترون ها بزرگتر از پروتون هاست. چرا؟ چون جرم نوترون 1.2087 عموه،
در حالی که جرم پروتون 1.273 عموه. میبینی؟ ولی چون ما میخواییم به تقریب بگیریم، جرم نوترون رو به تقریب با پروتون برابر با 1 عمو در نظر میگیریم. به خاطر همینه که گفتم به عدد جرمی نگاه کنید. این نوترون و پروتون آشنا نیست، ماشاءالله عدد جرمی میشد مجموع نوترون و پروتون ها. پس به خاطر همینه میگیم به عدد جرمی نگاه کنیم. بریم سراغ ادامه. آقا ایزوتوپ های یک عنصر به لحاظ تعداد ذرات زیر اتمی فقط در تعداد نوترون ها متفاوتن. چرا؟ تو تعریف ها گفتم ایزوتوپ ها عدد اتمیش یکسان، عدد جرمیش متفاوت هستش. بنابراین در تعریف دیگر ایزوتوپ ها میتوان گفت ایزوتوپ ها اتم های یک عنصر ها که شمار نوترون هاشون با یکدیگر تفاوت داره. اما بچه ها ایزوتوپ های یک عنصر از لحاظ خواص شیمیایی یکسان هستن. چرا بنداری؟ چون تو نکته 3 بهت گفتم، توی اون 4 تا نکته دوم گفتم آقا به طور کلی خواص شیمیایی یک عنصر مثلا یک اتم بستگی به الکترون های والانس داره، الکترون های ظرفیت داره. خب اینجا وقتی عدد های اتمیشون یکسان باشه، بنداری مثال بزن باشه، مثلا توی کتاب شما برای لیتیوم دو تا ایزوتوپ آورده، Li3+6 Li3+7. خب شما وقتی الان هر دو تای اینها عدد اتمیشون یکسانه، پس قطعا تعداد الکترون و پروتونش هم یکسانه، پس نوترونش متفاوت میشه. اما اینها میگیم ایزوتوپ های یک عنصر خواص فیزیکی وابسته به جرمشون، مثل چگالی، نقطه ذوب، نقطه جوش، تعداد نوترون ها، درصد فراوانی، میزان پایداریشون متفاوت هستش، ولی از لحاظ خواص شیمیایی یکسانه. اما اینم بحث جنبندی ایزوتوپ هامون بود که اینها به شما میگه آقا فکر نکنه همه ایزوتوپ های یک عنصر پایدار نیستن، یعنی در طبیعت پایدار نیستن. خب بعضیا دیدی اصلا تعریف رادیو ایزوتوپ از اینجا میاد، میگیم اگر ایزوتوپی پرتوزوم ناپایدار باشه ما بهش میگیم رادیو ایزوتوپ. هسته برخی از ایزوتوپ ها ناپایدار بوده و با گذشت زمان متلاشی میشن و این فرایند با گسیل پرتو همراه هستش. یه نکته بگم بچه ها، اغلب اگر نوترون به پروتونم، یعنی یا نوترون به عدد اتمی بزرگتر مساوی با 1.5 باشه، من میتونم بگم اون هسته ناپایداره و به اصطلاح پس از گذشت متلاشی میشه. بنواری چرا میگی اغلب؟ توربوجت مثال نقضش رو آوردم، توربوجت مثال نقضش رو آوردم که تکنسیوم شما وقتی میای حساب میکنی نسبت نوترون به پروتونت کوچکتر از 1.5 اما خاصیت پرتوزایی داره. پس به خاطر همینه که اغلب میگیم نگم براد از توربوجتمون. آقا طبق یک قاعده کلی اغلب میبینی من هایلایت میکنم، اغلب هستهایی که نسبت شماره نوترون به پروتونشون بیشتر از 1.5 باشه ناپایدار و با گذشت زمان به اصطلاح متلاشی میشن. یه جدول فوق العاده حرفه‌ای برای شما آوردم از ایزوتوپ های هیدروژن. شاگرد عزیزم تخته رو داشته باش. این سه تا بذار من اجازه بده من با قرمز بنویسم، چون خودش هم حالت آبی رنگ و بنفش داره. اجازه بدین ببین، این سه تا ایزوتوپ های طبیعی هیدروژنن. من همینجا پروندهشو برات ببندم. این 4 تا ایزوتوپ های ساختگی یا مصنوعی هیدروژنن. در میان ایزوتوپ های طبیعی فقط 2 تا ایزوتوپ H11 و H12 پایدار هستش، ولی H13 خاصیت پرتوزایی داره و ناپایداره. پس یه نکته ای بهت میگم شاگرد عزیزم، از H1 اینها، از H13، از H13 تا H17 همه اینها جزو رادیو ایزوتوپ محسوب میشن. چرا بنواری؟ اولا یک نسبت نوترون به پروتونشون بزرگتر مساوی با 1.5. الان H13 تعداد نوترون 2 تا، تعداد پروتون 2:1 میشه 2، بزرگتر از 1.5. و ثانیا اصلا میبینی نیمه عمرشونو دیگه پایدار نیستن، این به سال، اینا به ثانیه است. نکته خوشگل توربوجتی
برای ایزوتوپ‌های ساختگی درصد فراوانی در نظر نمیگیریم. چرا؟ ایزوتوپ ساختگی یعنی که من H7 بسازم، خب 100% من H7 ساختم، درصد فراوانی چیو میخوام حساب بکنم؟ پس به خاطر همینه که اینجا گذاشته ساختگی. اما جرم اتمی میانگین، برای به دست آوردن جرم اتمی میانگین ایزوتوپ‌ها از فرمول M مساوی با M1A1 M2A2 بله سه نقطه به روی A1 بله A2. آقا بنواری یه چیزی میگه، M1 M2 جرم ایزوتوپ های اوله، A1 درصد فراوانی ایزوتوپ اول، A2 درصد فراوانی ایزوتوپ دومه و M1 و M2 جرم ایزوتوپ ها. یادت باشه همیشه درصد فراوانی 100 میشه. یعنی چی؟ یعنی الان اگر تو دوتا ایزوتوپ داشته باشی درصد فراوانی دوتا میشه 100، اگر سه تا ایزوتوپ داشته باشی درصد فراوانی اینها میشه 100، و اگر 1000 تا ایزوتوپ داشته باشی به علاوه آ 1000 مجموع اینا میشه 100. پس توی این فرمول همیشه مخرج تو 100ه، مگر اینکه از تو درصد فراوانی بخواد و جرم اتمی میانگین داده باشه. اما یه فرمول حرفه‌ای داریم. آقا فرمول حرفه‌ای ما چیه؟ ام سبکه رو میذاریم، برای تو آوردم، نگاه کن این بالا، الان هایلایتش میکنم، بله ام سبکه رو میذاریم، اختلاف جرمش با ایزوتوپ های دیگه ضرب در درصد فراوانیش بنویم. مثال بزن چشم. آقا من اینجا برای شما یه مثال میزنم، شما میدونید لیتیوم Li3+6 Li3+7 درصد فراوانی Li3+6 6%، درصد فراوانی Li3+7 94%. بنواری چی میگه؟ بنواری برمیگرده به شما میگه که آقا جرم میانگین رو میخوام به دست بیارم، میگم سبکه که 6ه به علاوه اختلاف جرمیش و ایزوتوپ دیگه 7 - 6 میشه 1 ضرب در درصد فراوانیش 94%. خب 94% 6 به علاوه 94% میشه 6 - 94. خیلی راحت با همین فرمول تستای کنکور رو میزنیم ها. ولی بیا اینجا، به به، یه شکل بنواری دوست میگه طرح کلی. آقا میریم وارد پارت اول مسائل میشیم. پارت اول مسائل در فصل 1 چی بود؟ مول، تعداد ذره و جرم. یه شکل آوردم شاگرد عزیزم، هرگاه به تو مول بده از تو تعداد ذره، اتم، مولکول یا یون میخواد، ضرب در NA میکنی، یعنی ضرب در عدد آووگادرو. حواست هست که NA تو برابر هست با 6 - 0.2 ضرب در 10 - 23. به افتخار مرحوم آقای آووگادرو این عدد بوده. اما اگر تعداد ذره، اتم، مولکول داد از تو مول خواست، تقسیم بر NA میکنی. حالا اگر به تو مول داد و از تو جرم خواست، ضرب در جرم مولی. اینجا حواست باشه دارم میگم جرم مولی نه جرم اتمی. ولی اگر به تو جرم داد و مول خواست، تقسیم بر جرم مولی میکنی. الان شاگرده میگه آقای بنواری من یه سوالی دارم. میگم بفرما. میگه اگر به من جرم داد مول خواست، به صلاح تعداد ذره خواست چی؟ میگم درود بر تو، تو فرض کن از کرج، بر فرض مثال میخوای بری زنجان، مجبوری از قزوین عبور بکنی. پس اگر به من جرم داد، در قدم اول استپ 1 میام تقسیم بر جرم مولی میکنم، به مول میرسم. در قدم بعدی استپ 2 ضرب در عدد آووگادرو میکنم، به تعداد ذره میرسم. پس 6 حالت سوالی شد. خارج این حالت ها دیگه امکان نداره به شما بگه. 1 حالت اول مول بده تعداد ذره بخواد، 2 تعداد ذره بده مول بخواد، 3 مول بده جرم بخواد، 4 جرم بده مول بخواد، 5 جرم بده تعداد ذره بخواد، که اول از جرم به مول میرسیم، از مول به تعداد ذره میرسیم، و 6 تعداد ذره بده از من جرم میخواد. اول تقسیم بر NA میکنیم به مول برسیم، و بعد ضرب در جرم مولی میکنیم. اما بریم سراغ ادامه کارمون و جمع‌بندی حرفه‌ای. آقا دانشمندان با دستگاهی به نام تیپ سنج گفتیم میتوانن پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون رو
ازش اطلاعات ارزشمندی به دست بیارن. آقا میگیم نور خورشید اگر چه بچه‌ها سفید رنگه، ولی وقتی که دیدید از منشور عبور میشه، یه پیوسته از رنگ‌ها رو به اصطلاح تشکیل میده که ما بهش میگیم گستره مرئی. یادتون هست توی روزهای بارانی بعضی وقتا توی آسمان رنگین کمان تشکیل میشد. رنگین کمان به خاطر چیه؟ به خاطر این هستش که به اصطلاح اون پرتوی خورشید گرچه سفیده و ما نمیبینیم، در هنگام رسیدن به سطح زمین دچار شکستگی میشه، چون باید از قطرات بخارات آب، قطرات به اصطلاح آب عبور که میکنه سبب شکستگی میشه. برای همینه که ما در آسمان یک رنگین کمان زیبا میبینیم. پس اینجا هم داریم همین رو میگیم، میگیم آقا گستره مرئی بین 400 تا 700 نانومتر شامل چه رنگایی؟ ساناز خانوم، سان به انگلیسی یعنی خورشید، بنفش شامل این رنگا هست بچه ها. یعنی چی آقای بنواری؟ ساناز، سان، بنفش، سه سرخ، نارنجی، زه زرد، سه سبز، الف آبی، نه نیلی، و در آخر بنفش. به این هفتا به اصطلاح به این هفتا رنگی که در بازه 400 تا 700 نانومتر هستن، یادت باشه نانو برابر میشه با 10 به توان منفی 9 متر هستن، ما بهش میگیم گستره مرئی. این شکل رو آورده. نکته، وقتی شکل رو میبرم توی توربوجت از همین انیمیشن قرار دادیم، اینقدر کار خفنه. وقتی که من میام نگاه میکنم میبینم طول موج سرخ از بنفش بیشتره. نکته، یادت باشه طول موج با انرژی موج رابطه عکس داره، یعنی سرخی که طول موجش بیشتره انرژیش از همه کمتره. پس برای مقایسه گستره مرئی از لحاظ طول موج، اول میشه سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش، اما از لحاظ انرژی عکسش میشه، یعنی میشه بنفش، نیلی، آبی، زرد، نارنجی، به سبز، زرد، نارنجی، و در آخر میشه سرخ. پس نکتهش اینه که بدانید و آگاه باشید که طول موج یک پرتو با انرژی موج یک رابطه عکس داره. درود بر تو. بریم سراغ ادامه کارمون و اینجا راجع به پرتو الکترومغناطیس. بنواری پرتو الکترومغناطیس چیه؟ پرتویی که هم خاصیت الکتریکی داره و هم خاصیت مغناطیسی داره. توی توروجت یه شکل آوردم که ممکنه برای شما توی این فک به صورت کاملا رایگان قرارش بدم. می‌بینید که در دو بعد حرکت میکنه، در یک بعد داره به اصطلاح میدان الکتریکیشه و در یک بعد میدان مغناطیسیشه، و اینجا برای شما آوردیم. تشکیل شده از چه موجهایی؟ موج رادیویی، ریز موج، پرتوهای فرو سرخ، نور مرئی، فرابنفش، پرتوی ایکس و پرتوی گاما. یعنی آقای بنواری یه نکته میخوام استخراج کنم. چی استخراج کردی؟ یعنی میخوای بگی پرتوی مرئی یا گستره مرئی جزئی از امواج الکترومغناطیس هست؟ بله، جزئی از امواج الکترومغناطیس هست، و توی این شکل خیلی واضح هستش که ما الان میبینیم که از لحاظ هر چقدر از موج رادیویی به سمت پرتوی گاما میریم، به اصطلاح طول موج ما کم، دیگه بنواری گفت طول موج کم، انرژی ما زیاد میشه. اما بریم یه خورده رنگ بازی انجام بدیم. آقا میگیم شعله‌های فلز مربوط به شعله‌های مربوط به هر فلز یا نمک آن بچه یک رنگ منحصر به فردی داره. بله، ما میدونیم مثلا رنگ فلز مس و ترکیباتش، رنگ فلز مسمون و ترکیباتش بچه ها سبز رنگ هستش، ولی برای لیتیوم ما میدونیم و ترکیباتش سرخ رنگ هستش، و رنگ شعله فلز سدیم زرد رنگ هستش. بنواری اینو از کجا آوردی؟ اینم لیوان عشق منه. اینو از اون شکل کتاب درسی آوردم. اونجا داره صحبت میکنه، میگه به اصطلاح اون نورهایی که لامپهایی که در بزرگراه هست به خاطر بخارات به اصطلاح سدیمه. به خاطر همینه که من به شما دارم میگم سدیم
اندام شما و ترکیباتش زرد رنگه. اونجا که میگه برای نوشته های سرخ فام در تابلوهای تبلیغاتی به اصطلاح از لامپ نئون استفاده میشه، که الان اینجا هم داریم نکتهشو. بله چرا نداشته باشیم؟ بله نکته یک، همین چیزایی که گفتم، میگیم نور زرد لامپایی که شب هنگام هست به خاطر وجود بخارهای سدیم، اینها بخارهای سدیم خط، و از لامپ نئون برای نوشته های قرمز رنگ یا سرخ فام استفاده میشه. اما بریم سراغ طیف نشری خطی و میخوام با هم دیگه جلو ببریم. خب میگه اگر نور نشده از یک ترکیب شیمیایی رو از یک منشور عبور بدیم، به اصطلاح گستری از طیف ها حاصل میشه که ما بهش میگیم طیف نشری خطی. ببین بچه ها، یه شک برای شما آوردم، دلیلش اینه، بذار منطقی بهتون بگم. من میگم به طور کامل توی توربوجه توضیح دادم، گفتم اصلا به چه صورته بچه، چون من تحصیلات خودم به صورت بیسیک و آکادمیک شیمی بوده، مهندسی شیمی بوده، هر چیزی که هسته شما میدونی. بچه ها میان اون فلز رو ور میدانن، میان توی یک معرض شعله قرار میگیره. این وقتی در معرض شعله قرار میگیره، خب طبیعتاً چون این الکترون هاش، این اتماش برانگیخته میشه که الان جلو دارم، شروع میکنه از خودش پرتو ساطع میکنه. ما اگر این پرتوهای مزاحمش رو جذب کنیم، اون پرتوهای اصلی بمونه و یک دستگاه شناساگر یا یک دستگاه دتکتور بیان اینا رو بررسی بکنیم، میبینیم که یک سری طیف های خطی، نه پیوسته، طیف پیوسته میشه نور مرئی که مرز بینشون مشخص نیستش، یک سری طیف های خطی حاصل میشه که کاملا منحصر به فرده، مثل اثر انگشت انسان، مثل بارکدی که روی اجناس هستش که کتاب میگه. به خاطر همین ما میتونیم بفهمیم، یعنی به من یک نمونه میدم، پس فردا میشه خانم دکتر، خانم مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، میخوای بری توی آزمایشگاه کار بکنی، اوکی، بیشتر بحث مهندسی ها، به تو یک نمونه میدم، میگن آقا خانم این نمونه رو برای من تجزیه تحلیل کن، بگو از چه عناصری تشکیل شده، چقدر خالصه. شما این نمونه رو ور میدارید، میایید بهش به اصطلاح تحت تاثیر شعله، آزمون شعله قرارش میدین، بعد میگید ای یه همچین طیفی رو میبینیم، میگیم پس توی این نمونه من قطعا فلز لیتیوم وجود داره و سلام نام تمام. بیشتر صحبت نمی کنم، بیشترش توربوجت. آقا بریم سراغ ساختار اتم، که ساختار اتم بر اساس همین طیف نشری خطیه. اولین به اصطلاح دانشمند، متاسفانه کتاب میگه بور، ولی آقای بور نیست بچه ها، دالتونه. ما آقای دالتون بود اولین دانشمند که اومد، 7 نظریه داشت راجع به بحث مدل اتمی. بعد آقای تامسون اومد که بحث کرد، بعد آقای رادرفورد اومد، بعد آقای بور اومد، و در آخر مدلی که ما امروز داریم مدل کوانتومی هستش. ساختار اتم، میگیم نیلز بور، یعنی آقای بور، با بررسی طیف نشری خطی اتم هیدروژن، نگاه کن، فقط اومد روی طیف نشری خطی اتم هیدروژن صحبت کرد، اومد یک ساختاری برای اتم طراحی کرد، گفت آقا ساختار اتم لایه‌ای در هسته اون پروتون و نوترون قرار داره، الکترون ها در اطراف هسته هستن، که به مدل منظومه شمسی بچه ها معروف بود، به مدل منظومه شمسی معروف بود. خب اما دانشمندا همه گفتن ایول درود بر شرفت، لایک داری، اما من یه سوالی دارم، میتونی اتم های دیگه هم توجیه کنی؟ گفت نه. پس نگاه کن اینجا نکته برات نوشتم، درسته که بر توی بحث ساختار اتم به یک درجه عالی و یک رشد و پیشرفت چشمگیری تو این به اصطلاح مقطع و توی این موضوع حاصل شده بود، اما فقط تونست طیف نشری خطی هیدروژن رو با مدل اتمی خودش اثبات بکنه، ولی دیگه به اصطلاح مدل اتمیش نمیتوانست طیف نشری خطی دیگر عناصر رو توجیه کنه. چرا بنواری؟ چون الان یک داستانی پیش میاد به اسم کوانتومی بودن، کوانتومی بودن انرژی، انرژی الکترون ها باید کوانتومی باشه. اینها نگاه کن، در ساختار لایه اتم مطابق شکل، الان شکلش رو پایین داریم، هر بخش پررنگ مهمترین بخش از الکترون
فیلدی است که احتمال حضور الکترون توی اون زیاد هستش و توی یک فاصله از هسته داره الکترون به اصطلاح سپری میکنه کار خودشو و حالا اصطلاحا میگیم زندگی میکنه و هر قسمتی که پررنگ تر باشه احتمال حضور الکترون بیشتره. بچه‌ها من به شما بگم الکترون به اصطلاح یک رفتار ذره موجی داره، یعنی ثابت نیست، یعنی نمیتونی بگی الان الکترون اینجای، یه سری معادلات داره. به خاطر همینه که شما داریم میگیم توی اون قسمت های پررنگ احتمال حضور الکترون بیشتر هستش، نمیتونیم به طور قطعیت بگیم که الکترون کجا هستش. اما نکته بچه ها، ما وقتی میومدیم به یک لایه الکترون انرژی میدادیم این ناپایدار میشد، ناپایدار میشد کجا میرفت؟ میرفت به لایه های بالاتر. حالا میگفت اتم، میگفت بله، میگفت من ناپایدارم، میخوام برگردم پایدار شم، چیکار کنم؟ میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، بی زحمت انرژی تو از دست بده. گفت من که نمیتونم انرژی مو از دست بدم، یه راهکاری به من بده. گفت راهکارم اینه که انرژی که از دست میدم بر اساس نور باشه، از خودت نور ساطع کن، انرژی تو به وسیله نور دفع کن. به خاطر همینه که من دارم به شما میگم وقتی توی آزمون شعله قرار میدی داری انرژی میدی به اتم ها، در حقیقت به الکترون ها، الکترون ها رو برانگیخته میکنی، میره لایه بالاتر. به هنگام بازگشت از لایه بالاتر به لایه پایینتر انرژی خود رو به صورت نور از خودش ساطع میکنه. دلیلش هم اینه که الکترون در هر لایه انرژی و آرایش معین داره. نگاه کن الان دارم همه این نکات رو میگم، میگم انرژی الکترون ها در اتم با افزایش فاصله از هسته زیاد میشه. اگر اتم در حالت پایه انرژی جذب کنه به لایه های بالاتر میره، مناسب ترین راه از دست دادن انرژی هستش که میتونه به صورت نور با طول موج معین بره. این شکل کتاب درسی رو برات آوردم. بله نگاه کن، هر چقدر انرژی که به الکترون میدی به اصطلاح بیشتر باشه، میبینی به لایه های بالاتر میره. الان اگر اینجا الکترون میبینی در حقیقت انگار دو تا لایه رفته بالا، ولی این یه دونه رفته. پس منطقی هم هست انرژی آزاد شدهش بیشتره. شما میدونید به خاطر همینه، چون انرژی آزاد شده بیشتره، میبینی از لحاظ طول موج این طول موجش کمتره. بنواری طول موج چیه بچه؟ طول موج الان اگه یک موج اینجوری داشته باشین به فاصله دو تا قله متوالی، اوکی، یا دو دره متوالی، ما میگیم طول موج، که طول موج رو بچه با لاندا نشون میدن. به خاطر همینه شما الان نگاه کنید دوتا قله ها اینجا نزدیکتر به همن نسبت به این، پس من میفهمم اینجا طول موج من کوچیکتر، یعنی کمتر هستش، نزدیکترن دیگه، پس در نتیجه انرژی من بیشتره. و اما این شکل کتاب درسی که راجبه به اصطلاح طیف نشتی خطی میخواد صحبت کنه، بحث اتم هیدروژن رو داره صحبت میکنه. آقا من وقتی این شکل رو میبینم، میبینم الکترون برای چهار حالت میتونه اتفاق بیفته. حالت اول از لایه سوم به لایه دوم بیاد، حالت دوم از لایه چهارم به لایه دوم بیاد، حالت پنجم از لایه پنجم به دوم بیاد، و حالت ششم از لایه حالت چهارم از لایه ششم به لایه دوم بیاد. حالا خوب گوش کن آقا، اگر از لایه سوم به دوم بیاد طول موجش هست 656 نانومتر، اگر از لایه چهارم به دوم بیاد طول موجش هست 486 نانومتر، و پنجم به دوم 434 نانومتر، و در آخر 410 نانومتر. در زمان نظام قدیم و در دو سال قبل ما میگفتیم آقا اینو قصاب، قرمز، سبز، آبی، بنفش. اما نگاه کن این قرمز رو نگه داشته، سبز و آبی رنگش تغییر کرده و آخری مونده بنفش. طبق این شکل میتونیم به این بگیم آبی فیروزه‌ای، میتونیم به این بگیم آبی یا سرمه‌ای، میتونیم بگیم یا ارزان به خدمت شما آبی تیره. ولی ترجیحاً از شما نباید سوال بپرسن، چون ممکنه هر کس، مخصوصا آقایون ما کور رنگیم دیگه، ممکنه اینو مثلا یه رنگای دیگه ببینیم. ولی تو نظام قدیم چهار تا رنگش ثابت بود، ولی این دو تا رنگ یعنی انتقالات 4 به 2 و 5 به 2 رنگش تغییر کرده. توی نظام قدیم حتی شما اگر توی اینترنت هم سرچ کنید بچه‌ها می‌بینید قرمز، سبز، آبی، بنفش، ولی
الان جدیدن فهمیدن که این سبز و آبی نیست، یه مقدار متفاوته. حالا اینکه این هستش یا نه، من توی به اصطلاح رفرنس های علمی دنیا این شکل رو ندیدم، همون شکل قدیمی خودمون. یعنی حتی من کتاب های دانشگاهی خودم هم نگاه کردم، دیدم همون قصاب بود، قرمز سبز آبی بنفش. اما ما ملاک ما کتاب درسی که راجع به همین توضیح دادیم به شما.